امروز میخواییم داستان یه دکتر روانی رو براتون تعریف کنیم که سه نفر رو از سر و ته به هم پیوند میزنه تا یه چرخه قضایی ایجاد کنه که بهش هزار پای انسانی میگه و با این کارش زندگی اون سه نفر رو نابود میکنه. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم The Human Centipede First Sequence. در ابتدای داستان مردی به نام دکتر هیتر رو میبینیم که داخل ماشینش داره به عکس سه تا سگ که به شکل عجیبی به هم پیوند خوردن نگاه میکنه. تو همین لحظه یه کامیون پشت سرش توقف میکنه و رانندهش برای امر خطیر ریدن از ماشین پیاده میشه و میره پشت درخت‌ها و هیتر از این فرصت استفاده میکنه و با اسلحه بیهوش کنندهش بهش شلیک میکنه. بعدش میریم به طرف دیگه داستان و دوتا دوست به نامهای جینی و لینسی رو میبینیم که برای گردش از نیویورک به آلمان اومدن. اونا همون شب راه میافتن که به سمت ایتالیا برن، اما نیمه های شب توی یه جاده جنگلی لاستیک ماشینشون پنچر میشه و سعی میکنن با تلفنشون کمک خبر کنن، اما میبینن اونجا آنتن نداره و به خاطر همین برمیگردن داخل ماشین. لینزی به جنی پیشنهاد میده که راه بیفتن، شاید بتونن یه خونه پیدا کنن، اما جنی میگه من که یه قدمم توی این جنگل راه نمیرم. یکم بعد یه ماشین میاد طرفشون و کنارشون توقف میکنه و زمانی که شیشه رو میکشن پایین، اون مرد که انگلیسی بلد نیست به آلمانی میگه میخواین ترتیبتون رو بدم؟ اون بعدش به دخترها میگه یه جوری بذارم درتون که درتون بره سرتون. دخترها که نیت اون سگزاده رو میفهمن بهش محل نمیدن و اون بعدش از اونجا میره و جنی راضی میشه که یه نگاهی به اون اطراف بندازن که شاید بتونن یه خونه پیدا کنن. یکم جلوتر لینسی چشمش به یه خونه میفته و در حالی که بارون شروع شده ما تو حیاط اون خونه یه قبر رو میبینیم که به نظر میرسه متعلق به اون سه تا سگیه که قبلا عکسشون رو توی دست دکتر هیتر دیده بودیم. اونا شروع میکنن به در زدن و هیتر درو براشون باز میکنه و بعد اینکه میفهمه اونا تنها هستن میبرتشون داخل خونه و درو از تو قفل میکنه. اونا از هیتر میخوان که به امداد خودرو زنگ بزنه و اونم قبول میکنه. اون در حالی که داره فیلم بازی میکنه که مثلا به امداد خودرو زنگ زده، دو تا قرص خواب آور میندازه داخل دو تا لیوان آب و برمیگرده پیش دخترا و بهشون میگه اونا نهایتا نیم ساعت دیگه میرسن. بعدش لینسی لیوان آب از دستش میفته و هیتر عصبانی میشه و میگه میرم براتون حوله بیارم. اون به زیرزمین خونش میره که شباهت خیلی زیادی به یه بیمارستان داره و یه سرنگ رو پر میکنه و برمیگرده پیش دخترا. تو همین لحظه جنی تقریبا هوشیاریش رو از دست میده چون تمام لیوان آب رو خورده و بعدش هیتر راجب دارویی که بهشون داده حرف میزنه و بعد اینکه لینسی سعی میکنه از اونجا فرار کنه، هیتر سرنگش رو بهش تزریق میکنه. چند ساعت بعد دخترها توی همون زیرزمین به هوش میان و در حالی که میبینن دستاشون بسته شده، چشمشون به یه مرد میفته که البته همون راننده کامیون است. بعدش هیتر به اون راننده گوزبخت میگه تو با این دخترها مطابقت نداری و به خاطر همین بهش یه دارو تزریق میکنه تا جونش رو بگیره. و بعدش میبینیم هیتر جسد اون مرد رو توی حیاط خونش دفن میکنه و یه پسر ژاپنی که مثل دخترها برای گردش به آلمان اومده رو میذاره جای راننده کامیون و به هر ستاشون از روی نمودار توضیح میده که من یه جراح معروفم که تونستم دو قلوهای به هم چسبیده رو از هم جدا کنم. اون میگه حالا قراره توی این آزمایش لبهای شما رو بردارم و بعد از کشیدن دندونهاتون دهنتون رو به سوراخ کون نفر مقابل پیوند بزنم. اون میگه شما رو از زانو به پایین هم فلج میکنم تا مثل سگ راه برین و من اسم این مدل رو هزار پای انسانی گذاشتم. بعدش هیتر کاتسور همون پسر ژاپنی رو بیهوش میکنه و بعدش میره سراغ جنی و تو همین لحظه لینسی موفق میشه دستاشو باز کنه و از زیرزمین بره بیرون. اون وارد یه اتاق میشه و درو از پشت قفل میکنه و زمانی که هیتر میرسه پشت در، کون خودشو جر میده تا لینسی درو براش باز کنه، اما اون این کارو انجام نمیده و بعدش میبینیم که هیتر با اسلحهش پنجره اتاق رو میشکنه و لینسی با دیدنش از اون اتاق میره بیرون و موقع دویدن میفته داخل استخر. بعدش هیتر میاد بالای سرش و بهش میگه به خاطر این کارت میذارم تو موقعیت وسط تا درد بیشتری رو تجربه کنی. خلاصه هیتر با گرفتن لینسی عمل جراحی رو شروع میکنه و بعد از تموم شدن عمل میبینیم که اون سه نفر رو آورده داخل
داخل اتاق نشیمن خونش و بعد اینکه به هوش میان، هیتر از شدت خوشحالی تو پوست خودش نمیگوزه و بعد اینکه ازشون عکس میگیره، یه آینه میگیره جلوشون تا خودشونو توی این وضعیت ببینن. اون شب هیتر اونا رو میندازه داخل قفس سگ‌ها و روز بعد توی حیاط خونش به کاتسورو آموزش میده که مثل سگ رفتار کنه و موقعی که بهش غذای سگ میده، اون با یه میخ به پای هیتر ضربه میزنه و بعدش هیتر دهنش رو سرویس میکنه و روز بعد اونو مجبور به ریدن میکنه و میبینیم که محصولات خروجیش وارد دهن لینسی میشه. چند روز بعد هیتر میفهمه که دهن جنی نشتی داده و همین باعث عفونتش شده و به خاطر همین فکر پیدا کردن یه جایگزین میفته. تو همین لحظه زنگ در خونه هیتر رو میزنن و اون میفهمه که دوتا مامور پلیس برای جستجوی دو دختر آمریکایی به اونجا اومدن، چون یه نفر گزارش داده که صدای جیغ یه زن آمریکایی رو داخل خونه هیتر شنیده. بعدش هیتر با اون قیافه تخمیش که بیشتر شبیه آقای اختاپوس توی کارتون باب اسفنجیه، از حرف مامورا ناراحت میشه و براشون دوتا لیوان آب همراه با قرص خواب آور میاره که ما میفهمیم که هیتر قصد داره اونا رو هم وارد پروژه کثیفش کنه. خلاصه اون پلیس‌ها از هیتر میخوان که بهشون اجازه بده تا خونه و زیرزمینش رو بگردن، اما اون ازشون حکم میخواد و اونا میگن باشه ما میریم، ولی تا 20 دقیقه دیگه با حکم برمیگردیم. بعد از رفتن پلیس‌ها هیتر به زیرزمین میره و کاتسورو با یه تیغ جراحی بهش حمله میکنه و بعد اینکه بیهوشش میکنه، ستایی شروع میکنن به بالا رفتن از پله‌ها که همین باعث خونریزی جنی میشه. لینسی به کاتسورو اشاره میده که بره سمت پنجره اتاق، اما وقتی به اونجا میرسن میفهمن که هیتر قبلا داده برای شیشه انداختن. بعدش هیتر که پاش زخمی شده با یه تیغ جراحی چهار دست و پا وارد اتاق میشه و کاتسور که از این شرایط خسته شده و کم آورده، با یه تیک شیشه شارگ خودش رو میبره و خودش رو میکشه. همزمان پلیس ها برمیگردن و هیتر با سینه خیز خودش رو به استخر میرسونه و زمانی که یکیشون وارد زیرزمین میشه، هیتر دخل اون یکی رو میاره و اون یکی مامور بعد از دیدن اون سه نفر و گوزیدن مخش وارد استخر میشه، اما هیتر بهش شلیک میکنه، اما اون مامور قبل از اینکه بمیره مغز هیتر رو میریزه تو حلقش. آخر داستان هم میبینیم که جنی به خاطر خونریزی و ضعیف شدن بیش از حد تموم میکنه، اما لینسی هنوز زنده است و نویسنده و کارگردان حرومزاده این فیلم ته داستان رو باز گذاشتن. ولی خب ممکنه پلیس ها بیان دنبال ماموراشون و بتونن لینسی رو نجات بدن. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه نوشتیم مراجعه کنید.